کاخ سفید در نخستین واکنش به دستگیری طراح فراری حملات تروریستی 4 ماه پیش در پاریس در عملیات مشترک پلیس فرانسه و بلژیک میگوید کمک‌های آمریکا برای تقویت توانایی‌های امنیتی هر دو کشور ادامه خواهد یافت. پیشتر رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر بلژیک در یک کنفرانس خبری مشترک در بروکسل از قدردانی خود از آمریکا در تماس تلفنی با باراک اوباما خبر داده بودند. گزارش مسئولان امور امنیتی فرانسه و بلژیک از چگونگی عملیات دیروز و برنامه‌های بعدی دستور کار جلسه بود که امروز در پاریس تشکیل شد. جزئیات بیشتر در گزارش نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در پاریس. امروز صبح در پاریس در کاخ الیزه فرانسوا اولاند جلسه ویژه شورای دفاعی تشکیل داد با حضور وزرا و رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی فرانسه. موضوع این جلسه هم طبعا عملیات دیروز بود، عملیات مشترک که نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه و بلژیک انجام دادن برای دستگیری مظنون فراری حملات پاریس و همینطور ادامه مبارزه با گروه‌های تروریستی در فرانسه و اروپا. دیروز بعد از این دستگیری نخست وزیر بلژیک و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کردند و اشاره کردند به اینکه بعد از این دستگیری صحبت کردند با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که به فرانسه و به بلژیک در واقع تبریک گفته این دستگیری رو. این فرصت دست داد که من و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه لحظات پیش با پرزیدنت اوباما صحبتی تلفنی داشته باشیم که آقای اوباما مراتب دلگرمی خودش را به ما ادا کرد و همچنین ابراز امیدواری کرد که مبارزه ادامه یابد همراه با کشور او برای حراست از ارزش‌های آزادی و مبارزه علیه همه اشکال خشونت به ویژه تروریسم ادامه پیدا کند. آقای اوباما ضمناً به من این وظیفه را داد که سپاسگزاری کنم از تمامی نهادهای امنیتی کشورم. برنارد کازنون وزیر کشور فرانسه بعد از جلسه شورای دفاعی امروز گفته که دستگیری عبدالسلام یک ضربه مهم به گروه تروریستی داعش بوده و اینکه از ابتدای سال 2016 میلادی در فرانسه 74 نفر در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی بازداشت شدند. گفته که درجه تهدید امنیتی همچنان در این کشور بالاست. فرانسوا اولاند هم دیروز در جلسه مطبوعاتی که داشت اشاره کرده بود به اینکه تعداد افرادی که دستگیر شدن و در واقع به دنبالشون میگشتن بیشتر از اون چیزی بوده که از قبل تصور میکردن. این نتایج در خور توجه بوده، ولی به آن مفهوم نیست که مبارزه بی امان ما علیه تروریسم به پایان رسیده باشد. این ادامه مییابد در حالی که ما با سطح تهدیدی روبرو هستیم که همچنان بسیار بالاست. این ما را تشویق میکند که تلاش‌های خستگی ناپذیرمان ادامه پیدا کند. قرار هست روز دوشنبه فرانسوا اولاند با نمایندگانی از خانواده قربانیان حملات پاریس دیدار بکنند. حملاتی که 130 کشته بر جای گذاشت و صدها زخمی و مجروح. صلاح عبدالسلام که دیروز بازداشت شد از ناحیه پا زخمی شده بود، دیشب رو در بیمارستان سپری کرد و صبح امروز در مقابل بازرسان پلیس فدرال بلژیک قرار گرفت برای بازجویی‌های بیشتر. قراری که برای محاکمه عبدالسلام به فرانسه بازگردونده بشه، اما هنوز مشخص نیست که چه زمانی این اتفاق قرار هست بیفته و آیا قرار در دو کشور به طور جداگانه محاکمه بشه یا نه. عبدالسلام از 4 ماه پیش بعد از حملات پاریس که در اون شرکت مستقیم داشت تحت تعقیب دیروز به همراه 4 نفر دیگه بازداشت شده. همچنان جستجو برای یافتن یک نفر دیگه که گفته میشه در ساخت مواد انفجاری کمک کرده و همراه با عبدالسلام و گروه هایی که در حملات پاریس شرکت داشتن در فرانسه دیده شده ادامه داره در بلژیک و در منطقه مولنبیک، جایی که منطقه‌ای بوده که عبدالسلام و برادرش که در حملات شرکت داشت و خودش رو در مقابل یکی از کافه‌ها در پاریس منفجر کرد بزرگ شدن. در این منطقه بیشتر از مناطق دیگه ادامه داره. عبدالسلام کسی بود که ازش به عنوان برنامه ریز و کسی که کارهای لوجستیک رو هماهنگ می‌کرده یاد می‌کنن و نقش مهمی در هماهنگ کردن این حملات داشته.
و حالا پلیس فرانسه و بلژیک خوشحالن که این شخص رو تونستن زنده دستگیر کنن برای اینکه اطلاعات بیشتری بگیرن از کسانی که همراهی کردن با اونها و اینکه آیا این گروه در حال برنامه‌ریزی برای عملیات دیگه‌ای بودن یا نه.